سلام، من آیدا خواهر علی یونسی از این فضای مجازی استفاده میکنم تا پاسخ سخنگوی قوه قضاییه رو بدم که بعد از 26 روز که معلومه چه بلایی سر برادرم آوردین اومدین و این اتهامات مسخره رو میزنین، هرچند هیچ کسی انتظار صداقت شما رو نداره. همون شب اول که ماموراتون ریختن خونه ما، خود ماموراتون گفتن علی مشکلی نداره و فقط یک بررسیه. علی جلو روی ماموراتون به پدر مادرم گفتش که هیچ خطایی مرتکب نشده و احتمالا اشتباهی گرفتنش. همون شب ماموراتون گفتن که تو خونه ما هیچ نکته مشکوکی پیدا نکردن و بدتر هم بازپرس پرونده بارها تاکید کرد که علی مشکل چندانی نداره. تو حرفاتون به درستی گفتین که شما به حرفه و تحصیلات هیچ کس کاری ندارین. این رو ما هم میدونیم که شما برای دانشجو ارزش قائل نیستین و تنها چیزی که بهش اعتقاد ندارین حقوق شهروندیه، که اگه غیر از این بود این همه نخبه و تحصیل کرده از این کشور فرار نمی کردن. شما اگه اشراف بهتری به تحصیل داشتین متوجه می شدین کسی که شبانه روز برای گرفتن مدال طلای جهانی تلاش کرد و بعدش دانشجوی شریف شد و چند جا تدریس می کنه و توی شرکت پاره وقت کار می کنه اصلا وقت برای کار دیگه پیدا نمی کنه. شما هیچ مدرک جرمی از علی نداشتین که اگه داشتین تا الان 100 بار جار زده بودین. نمیدونین چه دلیلی بیارین برای بازداشته یه نخبه و بهترین روش رو تو این دیدین که انتصابش بدین به مخالفاتون و از گذشته دور خانواده سوء استفاده کنین برای اینکه حقایق رو کتمان کنین. باز هم میگم علی مهمترین محور تو زندگیش درس بوده و درس. حالا اینکه شما تو این 26 روز چه بلایی سرش آوردین که داخل داستان سازی های شما بشه من نمیدونم، اما اینو میدونم که شکنجه روحی و جسمی و اعترافای اجباری و فشار به خانواده از کارهایی که قبلا هم زیاد انجام دادین. اینو رفتارهای شما نخنما شده، روشتون رو عوض کنید.